خب دوستای عزیز وقتتون بخیر، میخوام بهتون یکی از موتورهای خوشگل و جذاب بازار کشور معرفی کنم، هوندای SH 150 انژکتور، موتوری که از 1400ش اومده تو بازار تا 1402ش. قیمت مدل های 1400ش مخصوصا این مدلی که اینجا میبینید الان از 400 تومن شروع میشه. حالا یه سری توضیحاتیه که احمد عزیز بهتون میده. احمد جون در خدمتیم. این موتور چیزی که تو ایران موجوده 150 سی سی شه، ترمزهای جلوش ABS، لنتهای ترمزش نیسینه، سیستم ترمزش نیسینه و ترمز عقبش هم جالبیش اینه که هم ترمز عقب ABS و هم دیسکه. معمولا تو موتورهای دیگه فقط دیسک و ABS نداره، ولی این موتور ترمز عقبش هم ABS. لاستیکای خیلی عالی میشلن با سایز 16 که معمولا تو موتورهای اسکوتر سایز لاستیکا 14 ولی سایز این لاستیکا 16. جفت کمک عقبه و سیستم خنک کنندگیش آب خنک رادیات داره. بسیار موتور عالیه. این ترکبندی هم که میبینید این پشت محل قرار گرفتن باکسه که جا داره، کاملا روش یه باکس شیک و فابریک روش قرار میگیره. اگر شرکتی این رو به صورت انبوه میآورد حتما جای اسکوترهایی که الان تو بازار هست رو میگرفت. بسیار موتور خوب، خوشدست، با رانندگی عالی، جای پای بزرگ و یک زینی که نشست عالی داره. اگرم بخوام روشنش کنم براتون، یک کیلومتر دیجیتال خیلی قشنگ که کنترل تراکشن هم این موتور داره. خب من یه توضیح دیگه هم بهتون بدم. برای باز کردن این محفظه شما باید اول بذارید من این اونجور بهتون نشون بدم، این که از این احمد فضاش نسبت به کلیک، فضای زیرزینش خب به نسبت کلیک بیشتر. موتور بزرگتریه، بزرگتره، ولی حالا نسبت به پی سی ایکس و ای دی وی فضای زیرزینش کوچیک‌تره. رقیب چه موتوری میتونی بگیم؟ ببین این در واقع نسل بعدی موتور ویو، استایلشو که ببینید شبیه موتور سوپرکاپیه که قبلا بود، ولی اسکوتره، دنده نداره و سیستم حرکتی سیستم شبیه همه اسکوتراست که سی وی تیه. اینجا هم فیلتر هواش قرار داره. بسیار بسیار موتور خوبیه میگم، ولی چون شرکت معتبری این رو نیاورد اونطوری که باید توی بازار موتورسیکلت شناخته نشد. مرسی. ببینید این چیزشه، مال سوخت و اینم این گیره ایه که خیلی کاربردیه. گیره خرید معمولا دیگه. آره گیره خرید. من برای کلیکم خیلی دوست داشتم، یه همچین حالتی داشت، خیلی قرص و محکمه و هم که جمع میشم باحاله. اینش هم این نحوه باز و بسته شدن در باکش هم واقعا قشنگه. خیلی حال کردم. دیزاینش همونطور که گفتم عالیه. ریموتش هم میتونم ببینم. اینم از ریموت موتور مورد نظر، خیلی ریموت جمع و جور و کوچولویه نسبت به کلیک. ببینم سویچ کلیک من از شماست، کلیک رو بهتون نشون بدم. ببینید اگر بذارم کنار هم. نکته دیگه در مورد این موتور اینه که این جاپایی های نفر عقبش هم خیلی باحاله. ببینید این از این، اینم از این. من خیلی حال کردم، یعنی اگه بخوام مقایسهش کنم با هوندا کلیک، واقعا موتور موتور عالیه، هم فضای نفر عقب و هم راکب جلوش. اینم از برچسب انرژی موتور، همینطور که میبینید رید ای رو گرفته و واقعا دمش گرم. چه موتور باحالی، موتور 150 سی سی که میبینید، خیلی باحال کردم واقعا. آپشن خاصی هم نداره ها، این آیدلینگ رو که داره. بذارید از من روشنش کنم. ببخشید چرا من سویچ کو یک لحظه. این است این
یه بار دیگه شما ببینید این. میخواید روشن کنید، فقط باید ترمز عقب رو بگیرید و این دکمه استارت رو بذارید، بذارید استارت بخوره. این از این. با این دوتا دکمه هم شما میتونید تنظیمات این پایین رو انجام بدید، مثل مسافت طی شده و یعنی مسافتی که رفتید و اینجور داستان ها. شقب با ها موتور همونطور که احمد گفت تراکشن کنترل هم داره، مثل موتور باحالیه. اینم از جلوش من براتون بگیرم ببینید دیگه. آپشن خیلی خاصی هم نداره که بگم، که واقعا فقط دوتا بودن صفحه نمایشش جالبه. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. من شرمنده نمیتونم با این موتور راه برم، یعنی از سواریش بهتون بگم، چون که موتور 0 کیلومتره و بهتره که ما اصلا دست نزنیم بخوایم باهاش راه بریم. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. خوشحال میشم اگه این ویدیو رو دارید تو کانال یوتیوبم ببینید، لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه.